ما نه انگشت مفسدان از بازو دست اونها رو قطع خواهیم کرد. مفسدان بدونید که پایان عمر اونها فرا رسیده است. امشب در خدمت آقای سید ابراهیم رئیسی هستم. اسلام والمسلمین رئیسی در این بازی آقای رئیس گفت همه در کنار هم ایستادن تا بیماری کرونا. جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید. آیا کسانی هستن که دارن تلاش میکنن ایشون رهبر آینده باشه؟ بله. از همه شواهد هم پیداست. از روزی که این تولیت استان قصرعظیم شد این تو مرکز اخبار بود. بلافاصله گفتن درس خارج فقهش رو شروع کرد. یعنی مشق رهبری. میشینه رو صندلی درست مثل خامنه‌ای، فرماندهان سپاه از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری زیر دستش نشسته بودن همه رو زمین. وقتی این عکسو میگیرن و منتشر میکنن یعنی هدفی دارن. ما تا حالا ندیده بودیم که هدر سایت رهبری عکس آقای رئیسی رو بذارن، تیترش هم بذارن گام دوم انقلاب. رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حاج سید ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه مسئول. بجوش هر روز چند تا خبر، دیدار با کشاورزان، دیدار با اخشار مختلف، رئیس قوه قضاییه که کارا رو نمی‌کنه که. بخونید. گل گلها سلام، مهدی زهرا سلام. آقای امروز رئیس قوه قضاییه سر با رئیس دستگاه قضا شفاف و صمیمی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از اللهم صل علی تا میرسید به مثلا روز تشییع پیکر آقای سلیمانی، کادرهای تصویر تلویزیون رو که میبینید آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی رو کنار هم نشون بوده. براش درست میکنن، برای مطرح شدن او، برای که تو قانون قرار بگیره، احیانا بعدا ازش بتونن استفاده کنن، حالا چه بخوان او رو جانشین خامنه‌ای بکنن، چه آینده‌ای که حالا هیچ کدوم از ما نمیدونیم آیا به اون وفا میکنه یا نمیکنه. اینجاست که باید بپرسیم بر فرض که عده‌ای بخوان آقای رئیسی رهبر بشه، آیا میتونه رهبر بشه؟ خیلی وضعیت دشواری است. خامنه‌ای آخرین مهره ایست از کسانی که در حال به عنوان حواریون خمینی برای این سیستم باقی مونده. هیچ کدومشون به اون صورت شاخص نیستش که مثلا به راحتی مجلس خبرگان بگن که آقای رئیسی گرداننده باهوش و زیرکی مثل رفسنجانی یا بهشتی در مجلس خبرگان هم وجود نداره که یهویی مثل پروفسور شاندو دست کنه تو کلاه و در حال معجزه رو نه. قبلا گفته میشد که یک مقام نظامی عالی رتبه دارای قدرت اقناع در روز مبادا میاد و خبرگان رو راضی میکنه که به همین رأی بدن. اون مقام عالی رتبه دارای قدرت اقناع قاسم سلیمانی بود که الان نیست. پس دیوار اول خبرگان، دیوار دوم این هست که جامعه پذیرشش رو نداره، نه به دلیل شکستی که تو انتخابات ریاست جمهوری خورده. اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلدونه. علت این که وجاهت اجتماعی نداره این هست که برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم تبلیغات حضور او در ریاستش بر قوه قضاییه کمک میکنه به ساختن چهره عدالت خواهی از او، چیزی که در متن دستگاه قضایی داره میگذره اونقدر فاسد هست که توده جامعه این رئیس و ادعاهاش رو نپذیره. دو سه روز بعد از تصویب قانون اساسی خمینی بهشتی رو منصوب کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و موسوی اردبیلی رو به عنوان دادستان کل کشور.
اصلا اینا آشنایی با امور قضایی نداشتن. و اینا شروع کردن به تصفیه. مواجه شدن با نداشتن کادر. یعنی اینقدر آخوندی که بتونن جانشین صدها قاضی دادگستری بکنن نداشتن. بنابراین یه نسل جدیدی است که کم کم اونها هم از این فضایی که به وجود اومده استفاده میکنن و اینجاست که مثلا آقای پور محمدی یا آقای رئیسی به وجود میاد. وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه، پور محمدی 19 سالشه و خب این سنی نیستش برای اینکه شما بخوایی یه روحانی مثلا مطرحی باشید. این طلبه ها از اونجایی که خیلی سطحشون پایین بود هم حرف شنوی داشتن و هم میخواستن خودی نشون بدن و هم میتونستن به خاطر جاه طلبی هاشون بیرحم در باشن. جالبه که این آدم 2 سال بعد در سن 20 سالگی میشه دادستان همدان، میشه دادستان کرج. حالا چجوری تو به فرضم که 2 سال طلبه بودی در مرسه قضایی چیخته میشه با 2 سال دادستان کرج و دادستان همدان؟ امام جوانا رو باور داشت. من توفیق داشتم خودم بعد از پیروزی انقلاب به برکت انقلاب امام در 20 سالگی مدیریت اجرایی پیدا کردم. اختیار دستگاه قضایی رو به آدم 18-19 ساله میدادن که اون از همون موقع میتونست حکم کنه، از همون موقع میتونست جنایت بکنه که میکردن. او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای این که بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه. لذا از مقام دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا دارم اشد مجازات را درباره وی اعمال دارم. یه عده از اینا کسایی بودن که ظرف اون 10 سال اول فوق العاده در ماشین سرکوب نقش داشتن. یکیش علی رازینیه. در سال 63 زمانی که رازینی اومد تهران و دادستان انقلاب اسلامی شد به جای لاجوردی، اون موقع بود که رئیسی هم همراه او اومد و معاونت زمین ها معاونت گروهکی دادستان رو به عهده گرفت. به شهر اسلام آباد نزدیک میشیم. نقطه درگیری رزمندگان اسلام با منافقین بوده. وقتی مجاهدین حمله میکنن یه عده اسیر میشن. رازینی تماس میگیره، خمینی میگه همشون رو بکشید. و رازینی تمام اینا رو میکشه، نه محاکمه نه هیچی. روز اولی که دادگاه انجام شد 3 تا محکوم به اعدام شده بودن. یه عده از رزمنده آمدن گفتن حاج آقا روحیه بچه ها خرابه، شهید دادیم خدا اینا، اینا نبرن کرمانشاه، همونجا حکم اجرا کنن. اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود. وقتی میگه معاون گورهکی رازینی، یعنی آقای ابراهیم رئیسی زیر دست یه همچه کسی کارآموزی دیده، یاد گرفته و بعد هم جانشین اون شده. در حکمی که خمینی برای تشکیل هیئت مرگ یا هیئت کشتار 67 صادر کرده بود، اشارش هست به نیری رئیس حکام شرع اوین به عنوان رئیس هیئت و اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یک نماینده از وزارت اطلاعات که پور محمدی انتخاب شده است. منتها دادستان انقلاب اسلامی مرکز که اشراقی بود، عملاً اشرافی نداشت رو موضوعات امنیتی و اشرافی نداشت روی زندانیان سیاسی. کی داشت؟ رئیسی داشت، چون سالهای سال بود که کارش فقط این بود، چه در زمان کرج و همدان چه در تهران که از 63 حالا تا 67 4.5 سال در ارتباط با متهمین تهران بود و پرونده ها در دست او بود، شناختش بهتر بود و به همه خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود. تا
تحقیقی که ما انجام دادیم یه گزارش مفصل 200 صفحه‌ایه که به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 منتشر کردیم. ابراهیم رئیسی جز 5 نفریه که ما فقط مشخصاً به عنوان متهمین پرونده اسم آوردیم. دلیلش هم این بود که برای عفو بین‌الملل کافی نیست که فقط شاهدان بگن. در مورد خب ابراهیم رئیسی خاطرات منتظری بود و گفته‌های خودش که نشون میداد که در اون هیئت حضور داشته و در اون جلسه منتظری هم بوده، یعنی نفی نکرده بود که اون صدای خودشه و مورد خطاب قرار میگیره. به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذاره. من سهن پیش به آقای نرز کردم که ما رفتیم همچی بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. آقای این تایی رو بگوشی که ما محرم نکردیم. گفتیم همین بار همه یکی از مواردی که من هیچ موقع یادم نمیره که رئیسی مشخصا درش مشارکت داشت اعدام کاوه نساری بود. کاوه همبند ما بود، بچه های کرج بود، سرع خیلی پیشرفته ای داشت، طوری که هفته یکی دو دفعه حمله سرع شدید می گرفتش. این 5 سال محکومیت داشت کاوه نساری. تو راه روی مرگ نشسته بود روبروی من، حمله سرعش گرفت خیلی شدید، همون موقع اسمشو خوندن برای اعدام. این نمیتونه حرکت کنه. یکی از بچه های اونم کرجی بود، بچه بند خود ما بود، ظفر جعفری افشار، اون سعی کرد کاوه رو قلندوش کنه. کاوه هم سعی میکرد با این همراهی کنه، یعنی خودشو بندازه رو کول این. آخر ظفر اینو کولش کرد و با این ترتیب ظفر کاوه رو برد برای قتلگاه. رئیسی نقش مستقیم داشت تو این داستان، چون کاوه کرجی بود، اصلا میشناختش. خب فکر کنید یه همچی آدمی یه چهره بسیار بسیار بی‌رحمه. به همین دلیل بود خمینی بعد از کشتار به او و نیری حکم ویژه داد که برن توی شهرستان ها به پرونده های راکت مونده به زعم خمینی بدون رعایت قوانین دست و پاگیر، یعنی به همین ترتیبی که تو کشتار 67 عمل کردن اونجا برن به همین ترتیب عمل کنن. یعنی خمینی رئیسی نقشش تو کشتار 67 راضی بود که درست 3 ماه بعد از پایان کشتار 67 به رئیسی حکم داد و نه به رئیسش که اشراقی بود. در صحیفه امام و در بخش احکام 3 حکم مستقیم از جانب امام خمینی رحمت الله علیه برای رئیسی جوان در 28 سالگی او به چشم می‌خورد. سید ابراهیم رئیسی در سالهای 68 تا 73 دادستان تهران بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در فاصله سالهای 73 تا 83، معاون اول قوه قضاییه از 83 تا 93. معاون اول محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب عالی و عرض سلام دارم در این همزمان شاهرودی معاون اول قوه قضاییه است، همزمان لاریجانی. در صحتی هر کدوم این رؤسا که اومدن بیلان رئیس قبلی رد کردن. شاهرودی در مورد یزدی میگه من این خرابه رو تحویل گرفتم، ولی جالبه که آقا رو دست بهش نمیزنن. وقتی که این در این سمت ابقا میشه به مدت 10 سال، یعنی خودش یکی از مهرهای اصلی و شاید کم و بیش اصلی تر از رئیس قوه قضاییه در این سیستم قضایی. شما فراموش نکنید که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود در طول سالهایی که
در تبلیغات انتخاباتیش به فساد در اون سالها داشت اعتراض می‌کرد. در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت. این فساد زیر عمامه بن باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی‌کنه، باید حساسیت داشته باشیم. از کسی که خبر داره توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه، این خودش قابل پیگرده که چرا نگفته که حالا فساد وجود داره. هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشتا رو. اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه. شما دارید به چی اعتراض میکنید؟ همه این اتفاقها در دوران شما، چه وقتی دادستان کل کشور بودید، چه وقتی معاون اول قوه قضاییه بودید، یعنی برای مبارزه با فساد آقای رئیسی هیچ فرصتی نبود که نداشته باشه. بالاخره شما میخواید با فساد مبارزه بکنید، دادستانی باید بکنه، شما دادستان کل کشور بودید، دستگاه قضایی باید بکنه، شما معاون اول قوه قضاییه بودید. مثلا این نمیفهمید موقعی که معاون اول قوه قضاییه بود مثلا این آدم ها دارن فساد میکنن؟ اگه میدونست که حرام اون کاری که انجام میداده، اگه نمیدونست که این پس سوء مدیریته، شما زیر گوشت یه همچین اتفاقاتی میفته، شما اطلاع نداری؟ چنین چیزی رو جامعه داره میبینه، داره حس میکنه. طبیعیست که نمیتونه بپذیره کسی که در دوران معاون اولی قوه قضاییه او این ساختار به این فساد رسیده الان بشه ناجی کشور. قوه قضاییه از اساس پایش بر یک عده افرادی گذاشته شده که اینها نه تحصیلات حقوقی داشتن، نه شایستگی این مقام رو داشتن، برای اینکه پیش شرط مقام قضاوت استقلال از قوه مجریه یعنی از قدرت سیاسیه و اینها اصلا مهره های اصلی قدرت سیاسی بودن. حدیده رئیسی یه چیز به هم پیوسته است، یعنی شما نمیتونی از روز اولی که این آدم وارد سیستم شده رو جدا کنی از روز آخر. چرا اینو میگم؟ ببینید شما تصور بکنید یه پسر 15 ساله رو از مشهد که پاشده رفته حوزه علمیه، تازه رفته درساشو شروع کنه که انقلاب میشه و بعد ناگهان میشه دادستان همدان و بعد به سرعت با حفظ سمت دادستان کرج و 30 سالش نشده بوده که عضو هیئت اعدام معروف میشه در سال 67. آقا شما کی درس خوندی؟ یک، شما کی انقلابی شدی؟ همون آقا با همون بیلیاقتی که دادستان دو تا شهر میشه همزمان، با همون اندازه لیاقت میشه رئیس قوه قضاییه و با همون اندازه لیاقت میشه آیت الله. مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و پایگاه پرونده سه مدیر ارشد بانک سرمایه برای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قوه قضاییه دستور داده اینها را که متهم به اخلال در نظام ارزی کشورند همه ببینند. چند تا از ابر بدهکاران بانکی رو آوردیم پای میز محاکمه و قبل از اینکه اونها محکومیت بتونن در دادگاه پیدا کنن اول پولاشون ازشون گرفته شد. یعنی اینکه رئیس قوه قضاییه میاد بگه من از افشاگران فساد حمایت میکنم، این رو ما پارسال این موقع تو رویا هم نمیدیدیم که رئیس قوه قضاییه حرف بزنه. ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم. یعنی اینا هر موقع یه 2-3 نفری رو اعدام میکنن، بعد هم شروع میکنن که اینه گرفتیم، اونه گرفتیم، اونه گرفتیم و بعد نتیجهش هیچی. ریشه های فساد جای دیگه است. ریشه های فساد در اون به اصطلاح نهادهایی هست که نه از قوه مجریه حرف شنایی دارن،
نه بودجهشون از بودجه کل کشور تامین میشه و نه بنابراین حسابی باید پس بدن به قوه قضاییه. یه سیستمی که از اساس فاسده نمیتونه گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این رژیم به خصوص قوه قضاییش از اساس فاسده، بنابراین نمیتونه که با فساد مبارزه کنه. 60 قاضی انفصال پیدا کردن از دستگاه قضایی. ببخشید این 60 قاضی اسم ندارن؟ وقتی شما اسمی نمیگید خبرنگارا اونایی که میخوان دنبال کنن کارنامه شما رو از کجا باید بفهمن شما راست میگید یا نه؟ اصلا این 60 چرا 60 بگو 90 اگه قابل راستی آزماییه. الو حاج آقا سلام عرض میکنم. نه این عدد و رقم ها قابل راستی آزمایی در دورانی که ما مطبوعات آزاد نداریم و نه گزارش ها قابل نقد مستند زمانی که خبرنگارای ما تهدید میشن اگر وارد بعضی حوزه ها بشن. تا اونجا که به عمل کرده قوه قضاییه برمیگرده ما شاهد هیچ بهبودی در هیچ حوزه‌ای نبودیم و وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمانیافته در زندانها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است. آقای رئیسی جایی نبود در جمهوری اسلامی که بره و اونجا بدتر نشه. دادگاه ویژه روحانیت اومد شرایط رو نفسگیرتر کرد برای طلبه های منتقد و دیگر اندیش. رئیس قوه قضاییه شد شرایط رو هم برای زندان ها بدتر کرد هم در پرونده ها. نامه نرگس محمدی رو بخونید تو زندان. نرگس محمدی میگه ما 15-16 تا زن بودیم توی بند سیاسی اوین. از وقتی آقای رئیسی اومده شرایط زندان به مراتب بدتر شده. 15 تای ما شده 56 تا. ملاقات ها مشکل شده، تماس ها مشکل شده. و مثلا در مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی که مبتلا به بیماری سرطانه، علی رغم نامه های متعددی که عفو بین الملل به ابراهیم رئیسی نوشته، این مدافع حقوق بشر زندانی همچنان از دسترسی به معالجات حیاتی برای بیماری سرطانش محرومه. دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیکه برای از بین بردن دشمنا. شما اگه نگاه کنید تمام این وزرای اطلاعات اینا قبلا تو دادگاه انقلاب و قوه قضاییه بودن، یعنی ارتباط تنگاتنگ ندارن، اصلا در همن. یعنی اون کار اطلاعاتی میکنه، این اون به اصطلاح مثل یه سس شکلات که آخر روی یه کیک میدن، اون سسش رو میده و بعد میگه حکم صادر شده این شخص مثلا زندان میگیره. اما گشاد رویی رو نباید از دست داد. گشاد رویی خاطره خوش از مراجعه به شما همواره ماندگاره. یک نمونه بارز پرونده کسانی که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند، از جمله ندا ناجی، مرضی امیری و عاطفه رنگریز که متعاقبا این افراد به بین 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. اول دلایل جمع کنید بعد طرف دستگیر بشه، نه اول دستگیر بشه بعد دلایل جمع بشه. غلط. یک نمونه دیگه در خصوص نقض حق دادرسی منصفانه پرونده 8 فعال محیط زیسته که به احکام سنگین زندان متحمل شدند و برخی از این زندانیان اعلام کردند که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه های روانی قرار گرفتند. نباید آسان باشه زندان کردن. تا بشود قانون اجازه میده حتما از جایگزین‌های حبس
استفاده بشه. مدافعان حقوق زنان هم در یک سال گذشته مورد سرکوب فزاینده قرار گرفتن، به ویژه فعالان حقوق زنانی که علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت میکنن. از نمونه های شناخته شده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، سبا کردافشاری و مشکان کشاورز هستند که به احکامی بین 15 سال تا 25 سال زندان محکوم شدن. این روند بهبود بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر صورت گرفت که مجازات اعدام رو برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر برداشت و به دنبال اون ما شاهد کاهش 50% آمار اعدام بودیم. اما دلیل این بهبود نقشی که قانونگذاران بازی کردن و بالاخره بعد از سالها اعتراض حقوق بشری قانون جرم مواد مخدر رو تغییر دادن و قوه قضاییه نقش مستقیمی در این خصوص نداشته. ما با شما میثاق میبندیم به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی، متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانن که از راه رفتار خودشون پشیمان بشن. وقتی رئیس قوه قضاییه رو رئیس واقعی قوه مجریه یعنی رهبر انتخاب میکنه، و اساس فساد توی خود این نهاده که اسمش از جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که پست‌های کلیدی رو فقط میتونن با آدمای مطمئن بدن، از کسانی که از 18-19 سالگی اصلا با این رژیم آموخته و آمیخته شدند، شخصیت سیاسیشون رو کم کم پیدا کردند و خدمت کردند برای از بین بردن مخالفان، برای از بردن ضد انقلاب، و تبدیل شدن به مهره‌های مطمئنی که رهبر کل باید در حال نسبت بهشون از هر جهت اطمینان داشته باشه. این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن هجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که هجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون هجامت رو بلد. این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 14 گذشته جز آدم کشی کاری نداشته، یعنی اصلا معروف به آدم کشی. واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه. یه چهری ازش جلوه میدن انگار که تازه متولد شده، اصلا اومده دستگاه قضایی رو پاک کنه. واسه که رئیسی 40 سال تو این دستگاه قضایی، 40 سال تو همه فسادش بوده، 40 سال با همه این فاسدا خودش همکار بوده، 40 سال رئیس این فاسدا بوده. کسانی که تصور میکنند آقای رئیسی میتونه به رهبری برسه، فراموش کردن که الان سال 68 نیست، الان جمهوری اسلامی کارنامه پس داده. سال 68 که آقای خامنه‌ای رهبر شد، امیدی بود به اینکه فردای بهتری وجود داشته باشه. امروز سوال این است که با این دیروز سیاهی که از سر گذروندیم، مگه فردایی هم هست؟ انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم. دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو رو برستم.